بودند. همکارم علیرضا مدیری از هانگژو چین با ما هستند تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر این پیروزی قرار بدن. باید برای زنان ورزشکار ایرانی کلاه از سر بردار سر تعظیم فرود آورد. مهسا جابر و زینب نوروزی در روینگ دو نفره سنگین وزن مدال نقره کسب کردند. نخستین مدال آوران کاروان ایران در بازی آسیا هانگژو زنان بودند. از ابتدا تا انتهای مسابقه جایگاهشون رو حفظ کردند و پشت سر چین قوی مدال نقره کسب کردن. اشاره کردی به نازنین ملایی و کیمیا زارعی که از رسیدن به مدال باز موندن. مسابقه وقتی شروع شد در جایگاه دوم بودن، پشت سر چین چند متر بیشتر نمونده بود که رفتن سوم و 26 صدم ثانیه کم آوردن که مدال برنز رو بگیرن. خیلی ناراحت شده بودن، حسابی گریه میکردن برای لحظاتی در قایقشون، برای دقایقی باید بگم در قایقشون نشسته بودن و بیرون نمیمادن. اعضای کادر مربیشون حسابی بهشون دلداری میدادن و میگفتن که چقدر عالی کار کردن. اما در رسانه‌های اجتماعی، کاربران در رسانه‌های اجتماعی این شکست رو ربط دادن به نوع پوشش ورزشکاران زن ایرانی. به هر حال خیلی صدم ثانیه رقابت رو واگذار کردن، اما این فرصت رو دارن که فردا در فینال روینگ چهار نفره بتونن کسب مدال کنن. البته اونجا باز چین هست، چین واقعا قویه. تو همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم 18 مدال کسب کردن، فقط 6 تاش اگر اشتباه نکنم همین امروز صبح در قایقرانی بود روینگ. اشاره کردی، اشاره نکردی، من اشاره بکنم به مرجان سلحشوری که دیگر شیرزن ایران در این رقابت ها در ملی پوش تکواندو 500 ماده 500 تونست مدال برنز کسب کنه، یک مدال آور دیگه در رقابت هانجو زن بود. یه موضوع دیگه هم که بهش اشاره کردن کاربرها در شبکه های اجتماعی در مراسم اهدای مدال به مهسا جاور و زینب نوروزی بود که مدالشون رو روی چشمشون نگه داشتن و این رو مرتبط دونستن با خیزش انقلابی مردم ایران و کسایی که در خیزش انقلابی مردم ایران چشمشون رو از دست دادن و مردم اینطوری فکر میکنن که این دو ورزشکار نازنین مدالشون رو هدیه کردن به اون کسایی که چشمشون رو از دست دادن. یه موضوع دیگه که باید اشاره بکنم، البته این رو بگم که ایران فعلا در حال حاضر با یک نقره و یک برنز در جایگاه دهم. نوع پوشش ورزشکاران ایران در کاروان، بگم که برای نخستین بار در تاریخ تقریبا میشد گفت که برابری وجود داشت در نوع پوشش. لباس زنان و مردان شبیه هم بود، خیلی هم آراسته بود. سریع بگم که البته خیلی انتقاد کرده بودن، گفته بودن که چرا کتی که زنان پوشیدن هم اندازه لباس مردان هست، البته حجاب اجباری رو همچنان بر سر دارن زنان ایرانی در کاروان. من دیگه صحبت ممنون است. همکارمون علیرضا مدیری از هانگژو چین.